با درود مجدد، هوشنگ انجمن پادشاهی ایران از سری برنامه های هوشنگ نامه و مبارزه هوشنگ و مبارزه ملت ایران. در چند روز گذشته من مشغول در واقع به گونه مذاکره با دوستان سلطنت طلب بودم و من قول دادم که امروز در رابطه سلطنت طلب ها دوباره سخن بگم. من سخنی بدون سند تا به حال نگفتم و امروز هم برای اینکه اون صداقت ایرانی رو به شما اثبات بکنم و روشن کنم برای شما، من از شاهنامه فردوسی برای شما میخونم. در رابطه کیخسرو، کیخسرو از شاهانی هست که در تاریخ ایران متفاوته با دیگران. من قبلا در این باب سخن گفتم که کیخسرو کسی هست که ایران رو رها میکنه از جور افراسیاب. کیخسرو کسی هست که به عنوان یک سمبل برای ملت ایران باقی میمونه برای همه دوران ها. من مطلب رو از شاهنامه فردوسی برای شما میخونم و امیدوارم که تأثیری بر روی شیوه اندیشه و جمع‌بندی شما از مسائل بذاره. میگه به پالیز چون برکشد سر شاخ، سر تاج خسرو براید زکاخ. به بالای او شاد باشد درخت، چو بینند بینادل و نیک بخت. این در رابطه با خصوصیات پادشاه هست که خسرو سزد گر گمانی بری بر سه چیز، که از این سه گذشتی چه چیز است نیز. میگه باید اون رخصیت انسانی رو در این سه مادهی که فردوسی معرفی میکنه پیدا کنی و چند چیز دیگه ای هم هست اگر شما این سر رو داشتی. هنر با نژاد است و با گوهر است، سه چیز است و هر سه به بند اندر است. هنر، نژاد و گوهر، میگه هر سه با هم در ارتباط هستند. در ارتباط شخصیت یک پادشاه سخن میگه، خصوصیات یک پادشاه باید چگونه باشه. هنر کی بود تا نباشد گوهر، نژاد بسی دیده ای بی هنر. سخن فردوسی، من چیزی اضافه نمی کنم. گوهر آن که از فر یزدان بود، نیازد به بد دست و بد نشنود. نژاد آن که باشد ز تخم پدر، سزد کاید از تخم پاکیزه بر. هنر گر بیاموزی از هر کسی، بکوشی و پیچی ز رنجش بسی. از این سه، از این هر سه گوهر بود مایه دار، از این هر سه گوهر بود مایه دار، که زیبا بود خلعت کردگار. چو هر سه بیاوی خرد بایدت، شناسنده نیک و بد بایدت. چو این چار با یک تن آید به هم،
براساید از آز و وز رنج و غم. سخن فردوسی بر مایه خرد و هنر و نژاد و گوهر هست. اگر کسی دنبال در واقع پادشاهی هست، پادشاه باید این خصوصیات رو داشته باشه، مگر اینکه شما با فرهنگ ملت ایران کاری نداشته باشید، مگر اینکه با ملت ایران و این خصوصیات کاری نداشته باشید. اگر پادشاهی برای ایران میخواهید، باید این خصوصیات رو داشته باشه، این فرهنگ ایرانی. اگر شما پادشاه برای مغولستان میخواهید، لازم نیست که چنین خصوصیاتی داشته باشه. یا پادشاه برای نمیدونم سوریه میخواهید، یا نمیدونم هر جا، یا هر کشور اروپایی، لازم نیست که این خصوصیات رو داشته باشه. ولی پادشاه ایران باید از نژاد درست، یعنی از تخم پدر باشه، باید هنر داشته باشه، باید گوهر داشته باشه، فره ایزدی داشته باشه که کار بد انجام نده، و باید خرد داشته باشه. خرد سخنش رو من قبلا باز کردم چندین بار، باید دلاور باشه، باید بتونه تصمیم درست بگیره، باید زمانی که ملتش در بند هست خودش صفحه اول جبهه بیسته، باید مبارزه بکنه برای یک ملت. ما خصوصیات پادشاه رو در آیین ریشه انجمن پادشاهی ایران توضیح دادیم که پادشاه باید چه خصایصی داشته باشه. ما در تاریخ ایران، ما در شاهنامه فردوسی خصوصیات پادشاه رو داریم که چقدر باید دلاور باشه، باید پدافند ملت ایران باشه، باید زمانی که سرزمینش بهش نیازمند هست پاسخ بده به نیاز ملت ایران، نه اینکه بره دنبال کار خودش و دنبال زندگی خودش و هر چند سباهی یک بار بیاد سخنی بگه و بره دنبال کارش. باور کنید که دل من از شما خونین تر، من که سخنان من رو گوش بدید، من 153 نوار روی این اینترنت دارم، شما هر چقدر که اعلام بکنید عاشق شاه هستید، باور کنید من بیشتر از شما عاشق پادشاه ایران هستم. شما عشق رو نمی شناسید، شما فقط شنیدید پادشاه، شاهنشاه آریامهر، رضا شاه شنیدید، ولی من این تاریخ رو می شناسم، من بافت این جامعه رو می شناسم، من می دونم رضا شاه چه کرد، من می دونم محمد رضا شاه چه کرد، من خصوصیات فردی اینها رو میدونم، من شرایط به وجود آمدن اینها رو در تاریخ و بستر تاریخ میشناسم، من علت دلاوری اینها رو میدونم، من علت شکست اینها رو هم میدونم. باور کنید، به سخن هوشنگ گوش بکنید، من بیش از همه شما عاشق خاندان پهلوی هستم. من در سخنانم قبلا گفتم در صورتی که انجمن پادشاهی ایران موفق به سرنگونی جمهوری اسلامی بشه، ما خانواده پهلوی رو به ایران با احترام باز می‌گردونیم. ما قصد توهین به کسی نداریم. خانواده پهلوی به عنوان سمبل پادشاهان پهلوی میتونن در ایران زندگی کنن، ولی الان نمیتونن.
ولی چنان که انجمن پادشاهی ایران بر سر قدرت بیاد، ما خانواده پهلوی رو به ایران باز خواهیم گردوند.